باید بره به سمت بالا، در طرفینش سعودیه. پس ببین سمت چپش باید سعودی باشه، اینجا باید رسم بشه. ببین اینجا که دیگه نمیتونه بره به سمت بالا چون به این گیر میکنه، پس باید این بالا رسم بشه، باید بره به سمت بالا و بین این دوتا خط قرار بگیره. توی سمت راستش هم باید حرکت کنه بره به سمت بالا. آیا اینجا میتونه بره به سمت بالا؟ نه، باید بین این دوتا خط قرار بگیره. ببین توی پایینی که بخواد بره به سمت بالا، من بیام اینم حسابش بکنم که آقا عرض از مبدأش چیه، به جای یک صفر رو جایگزین کنم میشه منهای دو، صورت دو مخرج منهای یک میشه منهای دو، اینجوری میشه نمودارش، این شکلی رسم میشه. اینم شد بچه از رسم این نمودار، کجا محور ایکس رو قسم میکنه، اینو مساوی صفر بذارم، صورتش رو مساوی صفر بذارم، ایکس برابر دو میشه، جایی که دقیقاً داره میاد محور ایکس رو قسم میکنه. اینم شد بچه از رسم تابع هوموگرافیک. یه نکته فوق العاده مهم هم بچه ها بهتون بگم، چون این نکته من دیدم چندین بار توی آزمون ها اومده، حواستون به این نکته باشه. ببینیم تابع هوموگرافیک اولی که با هم دیگه رسم کردیم، اول از همه دامنه تابع هوموگرافیک چی میشه؟ میشه آر به غیر از ریشه مخرج، چون به صورت یک تابع کسریه. پس در هر ستای اینا دامنهشون میشه آر به غیر از ریشه مخرج. سوال من از شما، آقا این تابع یک ایکسون تو چه بازه نزولیه؟ خیلی از بچه‌ها میام میگن که خب اگر ریشه مخرج رو بذاریم کنار، این تابع کلا همیشه نزولیه دیگه. این خط قائم قبلش نزولیه، بعدش هم نزولیه، پس این کلا میشه نزولی. این اشتباه. ببینیم اگر از ما بپرسه تابع یک ایکسوم کجا نزولی میشه، یا باید قبل از خط قائم باشه یا باید بعد از خط قائم باشه. ببین قبل از خط قائم، من با یه رنگ دیگه برم، قبل از خط قائم داره میاد به سمت پایین دیگه، ببین داره حرکت میکنه میاد به سمت پایین، بعد از خط قائم هم داره حرکت میکنه میاد به سمت پایین. حالا اگر خط قائم این وسط باشه، میگم آقا اینجا بوده، یهو پرش کرده رفته بالا، از اینجا یهو پرش کرد اومد اینجا، این یه تیکه که دیگه نزولی نیستش که. پس تو واسه بررسی کردن نزولیش میگه آقا یا باید قبل از این باشه یا باید بعد از این باشه. پس اگر از من بپرسه آقا این تابع یک ایکسوم کجا میشه نزولی، میگم از منهای بی نهایت تا صفر یا از صفر تا مثبت بی نهایت، تو این بازه میشه نزولی. اگه بگه آقا رو کل اعداد حقیقی میشه نزولی، اشتباه ها، چون من این خط قائم اینجا اومدم پایین یهو پرش کردم رفتم بالا، این یه تیکه پرش خود، وقتی شما یه پرش ببینی که دیگه سودی نزولی نیست دیگه. پس میگم آقا از منفی بی نهایت تا این خط قائم داشتی اومده به سمت پایین، اینجا کلا نزولیه، یکی این قسمت نزولیه، یکی هم از خود خط قائم به بعد این به صورت نزولیه. حالا یک سال اگر بهمون بگه این منحنی توی بازه منهای یک تا یک اوضاعش چجوریه، چی میگی؟ میگم توی منهای یک تا یک این نه سعودیه نه نزولیه. چرا؟ چون از منهای یک تا صفر داره میاد به سمت پایین، از صفر تا یک هم داره میاد به سمت پایین، این یه تیکه وسط چی داره؟ یه پرش داره. پس دقت کنین یه نکته فوق العاده مهم، این نکته خیلی به دردتون میخوره. تابع هوموگرافیک در بازه‌ای که شامل ریشه مخرجه، منظور از بازه‌ای که شامل ریشه مخرجه یعنی بازه‌ای که شامل این خط قائم باشه، در بازه‌ای که شامل ریشه مخرج یا این خط قائم میشه، در این بازه‌ها نه سعودیه و نه نزولیه. حواستون به این باشه بچه‌ها، این خیلی نکته مهمیه. من بارها دیدم توی آزمون‌ها یه تابع هوموگرافیک بهمون میده، خب بعد میگه آقا این تابع هوموگرافیک تو چه بازه‌ای میشه مثلا سعودی، تو چه بازه‌ای میشه نزولی. در بازه میشه سعودی یا نزولی که در اون بازه ریشه مخرج یا این خط قائم نباشه. حواستون به این نکته باشه. بریم سراغ آخرین تست این بخش، تست خارج تجربی 99. تابع اف و بهم داده جوه سعی ایکس منهای ایکس، تابع جیر هم بهم یک تابع هوموگرافیک داده، یک منهای دو ایکس تقسیم بر ایکس به اضافه یک. گفته بگیم برد تابع جی او اف چی میشه. خب دقت کنیم، ایکس ابتدا وارد تابع اف میشه، تابع F یکی از اون توابع معروف توی جزء سعیه. ببین تابع X منهای جزء سعیه X یا همون تابع دندان اره‌ای، خروجیش میشد بین 0 بسته تا 1، تابع X منهای جزء سعیه X. اینم همونه، فقط توی یه منها ضرب شده. X منهای جزء سعیه X رو توی یه منها ضربش کنین چی میشه؟ میشه جزء سعیه X منهای X. میگم X منهای جزء سعیه X خروجیش بین 0 تا 1 بود، حالا توی یه منها ضرب بشه خروجیش میشه از منهای یک تا صفر. حواسم باشه که
منایی یک به صورت باز و صفر به صورت بسته است. خروجی F داره وارد تابع جی میشه، یعنی تابع جی رو رسمش کن، بعد تو این تابع جی ببین توی حد فاصل منهای یک تا صفر محدوده خروجیش چی میشه. بریم سراغ رسم کردن تابع جی. تابع جی یه تابع هوموگرافیک دیگه. خب این تابع هوموگرافیک رو بریم با هم دیگه رسمش کنیم. برای رسم کردنش خب ریشه مخرج چیه؟ x به اضافه 1 و مساوی 0 بذارم x میشه منفی.